رستم قاسمی وزیر نفت امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که امریکا مانع از عقد قراردادهای نفتی ایران با شرکتها و کشورهای خارجی میشه. این رو بدونن که ما اگر یک بشک نفت نفروشیم وزیر نفت گفت هر جا که ایران پا میذاره امریکا بر شرکتها و کشورها فشار میاره تا از همکاری نفتی اونها با ایران جلوگیری کنه. رستم قاسمی بعد هم خطاب به رهبران امریکا گفت که به رغم فشارهای این کشور توسعه صنعت نفت ایران به هیچ وجه متوقف نشده. او در جای دیگه ای از صحبتهاش اضافه کرد که در تیر ماه و مرداد ماه سال جاری با آغاز تحریم های نفتی ایران وضعیت صادرات نفت کمی نگران کننده شد. اما در حال حاضر فروش و توسعه صنعت نفت ایران روز به روز بهتر می شود. تحریم نفت اروپا رو نفت ایران بار دیگه مدعی شد که جهان بدون نفت ایران دوام نمیاره و کشورهای مصرف کننده نمیتونن خودشون رو از نفت مرغوب ایران محروم کنند ما کاهش رستم قاسمی باز هم تکرار کرد که توقف صادرات نفت ایران باعث تشدید فشارهای اقتصادی بر مردم کشورهای مهم مصرف کننده نفت خواهد شد وزیر نفت در پایان هم گفت که در حال حاضر صادرات نفت ایران کاملا عادی شده و این کشور در نظر داره تولید روزانه نفت خودش رو به 5 میلیون و 200 هزار بشکه در روز برسونه. در برابر امریکا عقب تولید روزانه ای نفت ایران که 3 میلیون و 700 هزار بشکه تا اسفند ماه گذشته بود در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی به 2 میلیون و 700 هزار بشکه در روز کاهش یافت. به طوری که صادرات نفت ایران در اکتبر گذشته از یک میلیون بشکه در روز به یک میلیون و 300 هزار بشکه افزایش پیدا کرد کاهش صادرات نفت ایران که با تحریم بانکی این کشور هم توعم شده درآمدهای ارزی کشور را شدیدا کاهش داده به طوری که بودجه شدیدا وابسته به نفت در سال جاری با 54 هزار میلیارد تومن کسری روبروه و ارزش ریال هم در برابر دلار از اسفن ماه گذشته تا به حال دست کم 80 درصد کاهش یافته. به رغم ادعای رستم قاسمی امروز محمد علی عبدالله زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تایید کرد که در نتیجه تحریم ها تولید نفت و درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته که در اثر اون ارزش ریال هم شدیداً کاهش پیدا کرده. به غیر از تحریم ها، محمد علی عبدالله زاده بی تدبیری دولت رو عامل دوم سقوط ارزش ریال توصیف کرده.